رستم دوران، شاهنامه اندراب. به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای چینل دیلی پرس. تقاضا می نماییم تا آخر این ویدیو با ما بوده و چینل ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. راحل دوستم در برگه رسمی فیسبوک خود می نویسد: رستم دوران، شاهنامه اندراب. کاکا رستم مانند هزاران هموطن دیگر قربانی جنگ های است که مزدوران استخبارات بیگانه به نام دین را انداخته اند. این مرد بلند قامت نه خواهان مقام و امتیاز است و نه برای آن می جنگد. مبارزه او برای آزادی، عدالت و برابری می باشد. در همین حال، روزنامه 8 صبح در برگه رسمی فیسبوک خود می نویسد: پنتاگون گزارش ها در مورد تیر اندازی نیروهای آمریکایی بر غیر نظامیان در میدان هوایی کابل را رد کرد. بعد دنبال نشر گزارش CNN در مورد تیر اندازی نیروهای آمریکایی بر مردم در میدان هوایی کابل، وزارت دفاع آمریکا این گزارش را رد کرده و گفته است که هیچ مدرک قطعی برای اثبات این ادعا وجود ندارد. سخنگوی پنتاگون در نشست خبری روز چهارشنبه 20 دلو گفته است که تیم تحقیقاتی آنان هیچ مدرک معتبری پیدا نکرده که نشان بدهد کسی از میان غیر نظامیان و یا هم از میان نظامیان آمریکایی با شلیک مرمی کشته شده باشد. کربی خاطر نشان کرده که تحقیقات آنان درباره حمله بر میدان هوایی قطعی و قابل اعتماد است و او به اطلاعات منتشر شده از سوی تیم تحقیقاتی پنتاگون باور کامل دارد. در تحقیقات منتشر شده از سوی پنتاگون گفته شده بود که 170 شهروند افغانستان و 13 سرباز آمریکایی بر اثر انفجار کشته شده اند. در تحقیقات تازه CNN که حدود 4 ماه زمان برده است، اما ادعا شد که شماری از شهروندان افغانستان در حمله به میدان هوایی کابل بر اثر شلیک مستقیم نیروهای آمریکایی از بین رفته اند. در گزارش CNN با بیش از 70 شاهد و خانواده کشته شدگان گفتگو شده. پرونده صحیح مورد بررسی و فیلم‌ها، عکس‌ها و صداهای در محل رویداد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. با گزارش CNN روی بدن شماری از قربانیان این رویداد زخم گلوله دیده شده و شماری از دکتران محالت نیز بر این مورد گواهی داده اند. گفتنی است که مسئولیت حمله بر میدان هوایی کابل را گروه داعش بر عهده گرفته است و اخیراً بر اساس گزارش های پنتاگون مشخص شد که این حمله توسط یک تن از عوامل داعش انجام شده است. در همین حال، رئیس سازمان جهانی صحت وضعیت صحی در افغانستان را وخیم توصیف کرد. رئیس سازمان صحی جهان روز چهارشنبه 20 دلو اعلام کرد که با قلندر عباد، سرپرست وزارت صحت عامه حکومت سرپرست، دیدار کرده و در باره بحران وخیم صحی و انسانی در افغانستان گفتگو کرده است. گفته شده است که قلندر عباد در قالب هیئتی از حکومت سرپرست در ژنو در سوئیس به سر می برد. با گفته رئیس سازمان صحی جهان،
این دیدار روز سه‌شنبه انجام شده است. او وضعیت صحی افغانستان را وخیم توصیف کرده است. رئیس سازمان صحی جهان پیش از این در ماه سپتامبر به کابل سفر و با عباد دیدار کرده بود. رئیس سازمان صحی جهان گفت با وجود برخی بهبودها از آن زمان، وضعیت صحی در افغانستان هنوز وخیم است و بحران انسانی حاد همچنان زندگی ها را به خطر می اندازد. با گفته او در مورد نیازهای صحی در کشور، تقویت سیستم آمادگی، اضطراری و آموزش نیروی کار صحی که زنان در آن نقش محوری دارند، بحث شده است. رئیس سازمان صحی جهان می گوید که نیاز شدید در افغانستان ارائه ابرازهای تشخیصی برای شناسایی ویروس کووید 19 و به ویژه نوع اومیکرون است، زیرا تعداد موارد در حال افزایش است. رئیس سازمان صحی جهان گفته است که سازمان جهانی صحت از مقابله با کرونا در افغانستان و همچنین کمپین های واکسیناسیون فلج اطفال و سرخک حمایت می کند. او افزوده است ما همچنین در مورد پیشرفت تحصیل دختران در تمام سطوح از جمله آموزش عالی و حمایت از پیوستن به نیروی کار سلامت بحث کردیم. سازمان صحی جهان از جامعه بین المللی خواسته است که با گفتگوها برای حمایت از مردم افغانستان ادامه دهد تا سلامت و رفای مردم افغانستان بهبود بخشیده شود. هیئتی از حکومت سرپرست طالبان با دعوت نهاد صدای ژنو در سوئیس به سر می برد. این نهاد از دوشنبه تا جمعه میزبان گفتگوهای پشت درهای بسته بین این هیئت و مقامهای دولتی و نمایندگان نهادهای غیر دولتی هست. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. ما منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما دوستان هستیم. جهت حمایت از ویدیوهای روزانه ما، چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. تا ویدیوی دیگر، خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.